بسم الله الرحمن الرحیم. قرارمون بر این بود که تو این جلسه از قانون اول ترمودینامیک چند تا مسئله براتون حل کنم که حالا همیشه رو تو این مسئله که ما حل میکنیم در بر خواهد گرفت، هم سیستم خواهد بود، هم حجم کنترل خواهد بود، حجم کنترلش هم پایا کار خواهد کرد و هم یک نواخت. اولی مسئلمون میگه یه بویلر به حجم کل 4 متر مکعب در ابتدا شامل 3 متر مکعب مایع و 1 متر مکعب بخار است در فشار 1/10 مگاپاسکال. در حال تعادل است. بویلر را روشن میکنیم و حرارت به آب منتقل میشود. شیرهای ورودی و خروجی بسته میشود و شیر اطمینان در فشار 5 مگاپاسکال آزاد میکند. چه مقدار حرارت باید به آب داده شود تا شیر آزاد شود، شیر اطمینان باز شود؟ حالا این باید اسم شود گرمه یا من گرمه. خب شیر اطمینان باز بشه 5 مگاپاسکال. جا آخرش گفتیم چه مقدار حرارت باید به آب بدیم تا شیر اطمینان باز بشه. خب ببینید دوستان، روی این مسائل مثل بویلر و این چیزا همیشه یه شیر اطمینان میذارن به خاطر اینکه اون شیرهای ورودی و خروجی که هستن در اثر اینکه حالا بالاخره جریان آب ازشون میگذره و رفته رفته رسوبات در اونجا رسوب میکنه در اصل مثل گچ و اینها و احتمال داره که این شیرها بسته بشه به طور خود به خود، رفته رفته این رسوبات اونجا جا بگیره و بعد ورود و خروجی رو کلن ببنده. خب در این حالت اگر خب ما که معمولا خبری نداریم دیگه، در این حالت اگر شیر اطمینانی وجود نداشته باشه من با بهش حرارت بدیم، خب اینقدر فشار میشه یه مخزن بسته که شیرهای ورودی خروجیش بسته است و ما همطور داریم بهش حرارت میدیم. خب بالاخره یه موقعی میتونه کار به انفجار بکشه، برای اینکه رفته رفته فشار در داخل مخزنمون که حالا همون بویلر هست میره بالا. برای اینکه همچی اتفاقی نیفته معمولا یه شیر اطمینان میذارن بالای این مخازن، این به اصطلاح بویلرها، به گونه ای که اگر فشار در داخلش از یه حدی رفت بالا اون یه فنر پشت اون شیرش هست که اون فنر به اصطلاح جمع میشه و باز میشه و به اصطلاح بخار تخلیه میشه، به گونه ای که فشار در اون حدی که این شیر اطمینان تنظیم شده بالاتر نره. درست شد؟ حالا این کار شیر اطمینان این هست. این مثالی که اینجا گفته این شیر اطمینانمون در 5 مگاپاسکال باز میکنه، یعنی اگر به اتفاقی اتفاقا شیرهای ورودی و خروجی به هر دلیلی بسته شد من جمله رسوبات که گفتم، اون وقت وقتی حرارت بهش بدیم اگه فشار رسید به 5 مگاپاسکال اون شیر باز میشه و دیگه بحث انفجار و اینها در اصل ازش جلوگیری میشه. حالا این مثال میخواد این کارو مصنوعی انجام بده، میگه شیرهای ورودی خروجی میبندم و حرارت میدم، اینقدر حرارت میدم تا فشار برسه به چقدر؟ 5 مگاپاسکال دیگه، تا شیر اطمینان باز بشه. پس بی دوی این مسئله ما هستش 5 مگاپاسکال. میگه با این حساب پس چقدر من حرارت بدم تا فشارمون برسه 5 مگاپاسکال در از مفهوم این
توضیحات که صورت مسئله داده بود این هست. خب چجوری حرارت حساب کنم؟ هر جور دلم میخواد بگی دیگه چی؟ قانون اولو مینویسیم. برای چی؟ برای چه چیزی منظورمه؟ چه دستگاهی؟ قانون اول سه شکلشو داریم دیگه، هم سیستمو داریم، هم حجم کنترل پایا داریم، هم حجم کنترل یک نواخت. و این قانون رو شکل و قیافش، گرچه قانون بقای انرژی است ولی برای هر ستاش قیافش فرق میکنه. خب حالا برای کدوم باید بنویسم اینو؟ چی؟ آخری چیه؟ حجم کنترل پایا. وقتی شیرهای ورودی و خروجی رو میبندم با چی سر کار دارم؟ با سیستم سر کار دارم دیگه. وقتی شیرهای ورودی و خروجی رو ببندم دیگه نه جرمی وارد میشه نه جرمی خارج میشه و من فقط با یک جرم مشخص و معینی سر کار دارم. پس با یه سیستم سر کار دارم، درست شد؟ پس راحت ترینش اینه که من برم سراغه. حالا البته ما تو فصلهای آخر یه دور این حالت یک نواخته میگیم، یک حالت عمومی است و مثلا اگر ورودی و خروجی رو صفرش کنیم و تغییر جرم هم در داخل حجم کنترل نداشته باشیم میشه سیستم. حالا بالاخره این یک حالت عمومی است ولی حالا تو فصلهای آخر روش صحبت میکنیم. الان بهتره که همون تشخیص رو درست به جا بدیم و کارمون رو درست انجام بدیم. پس با این حساب من با یک سیستم سر کار دارم که حجمش هست 4 متر مکعب. در این حالت، در حالت یک که هستیم، 3 متر مکعبش مایع هست، 1 متر مکعب بخاره، در 0.1 مگاپاسکال. حالا این سیستما که حجمش هم ثابته، هم حجمش ثابته و جرمش هم طبیعتاً ثابت بود، بهش حرارت میدم تا فشار برسه به 5 مگاپاسکال. بخوام ببینم چه مقدار حرارت بهش دادم. خب همطور که گفتید میام قانون اول ترمودینامیک برای سیستم رو مینویسم که بودش Q12 مساوی با U2 منهای U1 به علاوه M2 در V2 به توان 2 منهای V1 به توان 2 به علاوه MJ در Z2 منهای Z1 و به علاوه W12. این شکل قانون اول ترمودینامیک بود برای سیستممون و قانون بقای جرم هم که میگه جرم سیستم ثابته که هست، پس دیگه زیاد مشکلی باش نداریم. خب Q12 رو که میخوایم، طبیعتاً تغییر انرژی داخلی که داریم که پس باید اینجا سر جاش باشه، اما تغییر انرژی سینتیک نداریم، سیستممون همچنان ساکن بوده. از تغییرات انرژی پتانسیل هم که صرف نظر میکنیم، حالا به هر اتفاقی که برش میخواد بیفته، و سیستممون کاری هم انجام نمیده، پس W12 هم صفره. و کلن Q12 برابر میشه با U2 منهای U1. من اگر انرژی داخلی در حالت دوم و اول رو به دست بیارم و از هم کم کنم، طبیعتاً اون مقدار حرارتی که لازم هست که فشارمون به 5 مگاپاسکال برسه رو خواهیم داشت. خب U1 که مشکل زیادی نداره چون که شرایط رو دارم در 0.1 مگاپاسکال، میرم VF و VG رو میبینم، حجمش هم دارم پس جرماش به دست میاد، UF و UG هم هستش، MF رو در UF، MG رو در UG ضرب میکنم، هر کدوم میشه انرژی داخلی ذخیره شده در مایع و در بخار، بعدم با هم جمع میکنم میشه انرژی داخلی در حالت اول. قبول؟ خب در حالت دومش چیکار کنم؟ حالا الان می نویسیم، ولی حالت دومش رو بهم بگید بعدا چیکار باید بکنیم.
البته یه درس رو هم نگاه کنید بد نیست. فکر نمی کنم گناه پادون بنویسن. خب مجموع دو تا جرم دارم در حالت اول که همون جرم حالت دومه، پس جرممون ثابته، حجمم ثابته، در فشار 5 مگاپاسکال هم هستم، پس میرم وی اف و وی جی رو در فشار 5 مگاپاسکال میبینم، حجم مخصوص هم دارم، دارم دیگه، چون که حجم رو دارم جرمم دارم، پس با داشتن حجم مخصوص به اصطلاح متوسط، حجم مخصوص سیستم و وی اف و وی جی که از جدول به دست میاد، کیفیت رو در حالت دوم به دست میارم، با داشتن کیفیت میتونم یو واحد جرم حساب کنم، بعدم در جرم کل ضربش میکنم میشه انرژی داخلی در حالت دوم. یه جوری بهم نگاه میکنین که انگار این حرف از کره مریخ آوردم دارم بدون میزنم. یه دو هفته دیگه هم تا میان ترمه ها. خب پس با داشتن فشار حالت اول که هست 1/10 مگاپاسکال، وی اف هستش 0.2 × 10^43، از کدوم جدول به دست میاد؟ آفرین، B12 که فشار رو داریم، وی اف رو برامون به دست میده، وی جی رو هم به دست میده 1.694. تا تو جدول هستیم یو اف هم ببینیم که هستش 417.36 کیلو جول بر کیلوگرم، و یو جی رو که داریم 2506.1 کیلو جول بر کیلوگرم. این مقادیر در حالت فشار 1/10 مگاپاسکال که حالت اول هست داریمش. در نتیجه ام اف 1 میشه وی اف 1 تقسیم بر وی اف 1 که میشه 3 متر مکعب تقسیم بر 0.2 × 10^43، و این مقدار 2876.3 کیلوگرم میشه. این میشه جرم مایعمون در حالت اول. جرم بخار ام جی 1 برابر میشه با وی جی 1 تقسیم بر وی جی 1، یعنی 1 متر مکعب تقسیم بر 1.694، و این میشه برابر با 0.5903 کیلوگرم. از اینجا جرم کلمون چه در حالت اول و چه در حالت دوم برابر میشه با ام اف 1 به علاوه ام جی 1 که این دو تا عدد با هم جمع کنیم میشه 2876.9 کیلوگرم. اما یو 1 برابر میشه با ام اف 1 یو اف 1 به علاوه ام جی 1 یو جی 1 که به ازای واحد جرم هست یو ها، توجه دارن دوستان که هر دو تاشا اینجا دارم. حالا میخواد یه اندیسه یکم اینجا بذاریم که اینا بعدا یادمون نرد اینا همونا بوده، و از اینجا یو یک، پس ام اف یک رو دارم در یو اف یک، ام جی یک در یو جی یک، و حاصلش میشه 1,201,939.56 کیلو جول. حالا من دارمش، این میشه انرژی داخلی در حالت اول سیستممون. انرژی به اصطلاح برای محاسبه انرژی داخلی در حالت دوم میرم وی دو رو حساب میکنم،
که ضمناً برابر با وی یک هم هست، چون که هم جرممون ثابته هم حجممون، ولی منظور متوسط هاست دیگه دوستان توجه دارن. میشه 4 متر مکعب تقسیم بر 2876 ممیز 19 هم و برابر میشه با 0 ممیز 2 تا 0 13 904 متر مکعب بر کیلوگرم، که اگه برم در حالت دوم با داشتن پی دو مساویس با 5 مگاپاسکال، این مقادیر رو ببینم که وی اف دو برابر با 0 ممیز 2 تا 0 1283 متر مکعب بر کیلوگرم، وی جی دو برابر با 0 ممیز 0 3944 متر مکعب بر کیلوگرم، و از اینجا میبینیم که وی دومون بین وی اف دو و وی جی دوه. یعنی چیه؟ یعنی هنوز حالت اشباه هستیم. پس تا تو جدول هستیم یو اف دو رو ببینیم، بخشی دو که برابر با 1147 ممیز 81 صدمه کیلو ژول بر کیلوگرمه، و یو اف جی دو رو ببینیم که هستش 1449 ممیز 0.3 کیلو ژول بر کیلوگرم. خب حالا با داشتن وی دو مساویس با وی اف دو به علاوه ایکس وی اف جی دو، که حالا میخواد یه دو همینجا بذارم که اندیسه ایکس دو باشه و ایکسمون در حالت دوم، اون وقت حالا وی اف دو رو که دارم وی اف جی دو هم میشه تفاضل دوتاشون اینجا جایگزین کنم، میخواد بنویسم میشه وی اف دو به علاوه ایکس دو ضرب در وی جی دو منهای وی اف دو، و یا اینکه وی اف جی دو هم مستقیما از جدول داریم فرق نمیکنه، حالا من ننوشتمش اینجا، مقدار ایکس دو برابر با 0 ممیز 2 تا 0 27 به دست میاد، که منو خیلی هم پایینه دیگه. با این حساب یو دو رو میتونم حساب کنم که هستش یو اف دو به علاوه ایکس دو یو اف جی دو، که همش از جدول داریم ایکس دو رو هم که به دست آوردیم، اگه محاسبش کنیم میشه 1151 ممیز 775 هزارم کیلو ژول بر کیلوگرم، و یو دومون برابر میشه با ام دو یو دو، که ام دو را که با ام یک مساوی بود داشتیم، یو دو هم که الان حساب کردم در هم ضربش کنیم، حالا من عددش ندارم، میتونید در اصل میشه 2876 ممیز 9 دهم ضرب در 1151 ممیز 775 هزارم، که حالا میتونید حسابش کنید و نهایتاً کیو یک دو که میشه یو دو منهای یو یک، من دیگه تو ماشین حساب زدم جوابش اینجا ننوشتم، میشه 2000 و نه ببخشید 2,115,902
کیلو ژول که معادل 211.6 مگا ژول بشه. درسته؟ کسی که باش مشکلی نداره. خب دو تا مخزن آ و بی داریم. مسئله بعدی جا یه لحظه هم فرصت میدیم. خب دو تا مخزن آ و بی داریم. تو مخزن آ که حجمش هست 0.6 متر مکعب بخار آب داریم، بخار فوق داغ هست با فشار 200 کیلوپاسکال و 200 درجه سانتیگراد، و مخزن بی رو داریم با حجم 0.3 متر مکعب که توش بخار اشباع داریم در فشار 500 کیلوپاسکال و کیفیت 90%. این دوتا مخزن توسط یه شیر به هم وصله. شیر رو باز میکنیم و کل این دوتا بخارها به یه حالت یه نواخت به هم میرسن، با هم قاطی میشن و یک حالت یه نواختی پیدا میکنن. درسته؟ حالا با فرض اینکه هیچ تبادل گرمایی نداشته باشیم، مطلوب است فشار نهایی اون حالت یه نواختمون. جا مطلوب از فشار نهایی دو تا ظرف که به حالت یه نواخت رسیده دیگه. خب چجوری حلش کنم؟
خب دو مرتبه اگر من دو تا ظرف رو رو هم رفته یه سیستم بگیرم، این سیستم یه حالت اول داره یه حالت دوم داره. حالت اولش در دو بخشه، تو ظرف آ و بی، و حالت دومش کل شده یه حالت یه نواخ. یعنی جرممون و حجممون دو مرتبه اینجا به صورت یک نواخ در اومده. پس من میتونم اینا بیام یه سیستم فرض بکنم که حالت یکش همین حالت ای و بیه که گفتیم، و حالت دوش این به صلاح کلش به صورت یه نواخ در اومده. حواسمون هست که دنبال فشار داریم میگردیم و فشارم یه خاصیت سیستمه. من باید دو تا خاصیت به دست بیارم تا حالت برام مشخص بشه، اون وقت بتونم از روش فشار به دست بیارم. خب حالا این دو تا خاصیت چیا میتونه باشه؟ چی نداریم بگو؟ نه لزوما، نه دماشون که این اصلا با هم متفاوته. وقتی یه نواختن بشه طبیعتا عوض میشه، ولی تبادل گرما نداریم. گرما رو با دما با هم اشتباهش نمیگیریم دیگه انشالله. حجم مخصوصشون هم ثابته. خب مجموعشون هم ثابته دیگه. آفرین. حجم مخصوصشون به دست میاد. پس یه دونهش از این دوتا خاصیت حجم مخصوصه که برای هر دو حالتی که من دارم میتونم برم تو جلد اول زیر ربطش حجم مخصوص رو به دست بیارم با اطلاعاتی که داده شده، و بعد جرم رو به دست بیارم. جمع دوتاش برای حالت دوم میشه جرممون، و حجم جمع حجمش هم میشه حجممون. خب به هم تقسیم میکنیم، حجم مخصوص در حالت دوم به دست میاد. این یه خاصیت. دومی چی؟ بله قانون اول هم که بنویسیم دو مرتبه مثل اینجا، چون که ضمن این تحول هیچ کاری انجام نمیشه، تغییرات انرژی سینتیک و پتانسیل هم به هر صورت صرف نظر میکنیم، تبادل گرما هم نداریم، یو دو با یو یک با هم مساوی میشه که الان مینویسیمش دیگه، درسته؟ خب جرم داریم، کل انرژی هم داریم، دو مرتبه تقسیم میکنیم، انرژی داخلی به ازای واحد جرم به دست میاد، میشه این دو تا خاصیت، حجم مخصوص و انرژی داخلی. حالا اینکه چجوری از این دو تا خاصیت استفاده کنیم فشار به دست بیاریم، یکم روش فکر کنید تا محاسبه رو انجام بدیم، بعد ببینیم چجوری به دست بیاریم. خب پس گفتیم میام اول قانون اول ترمودینامیک رو برای کل سیستم، حواسمون هست کلش سیستم گرفتم، پس میگم کیو یک دو مساویس با یو دو منهای یو یک به علاوه ام دوم در وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو به علاوه ام جه در زد دو منهای زد یک و به علاوه دبلیو یک دو که گفتیم تغییرات انرژی سینتیک نداریم، انرژی پتانسیل رو صرف نظر میکنیم، کار نداریم، حرارت هم که خود صورت مسئله گفته بود نداریم، پس یو دو برابر با یو یک میشه. ضمناً ام دو مونم برابر میشه با ام آ به علاوه ام بی. میخواد یه هندسه یکم بذارم که در حالت اول منظورمونه. و وی دو مونم که میشه وی آ در حالت اول به علاوه وی بی در حالت اول، که از روش میتونیم حجم مخصوص رو در حالت دوم به دست بیاریم.
خب ام آ یک میشه وی آ یک تقسیم بر وی آ یک که با داشتن حالت آ یک رو اینجا بنویسم پی مساویس با 200 کیلو پاسکال و تیمون مساویس با 200 درجه سانتیگراد از اینجا وی آ یک به دست میاد 1.0803 متر مکعب بر کیلوگرم یو آ یکم میشه 2654.4 کیلو ژول بر کیلوگرم. با این حساب ام آ یکمون برابر میشه با وی آ یک که بوده 0.6 متر مکعب و وی آ یک که بوده 1.0803 متر مکعب بر کیلوگرم و از اینجا ام آ یکمون به دست میاد 0.555 حالا 401 کیلوگرم. برای ظرف B فشار رو داریم 500 کیلوپاسکال، X رو داریم چقدر گفتیم؟ 90%. خب دو مرتبه با داشتن پیمون مساویس با 500 کیلو پاسکال وی اف رو داریم 0.2 × 10^13 متر مکعب بر کیلوگرم و وی جی رو دارم 0.3794 متر مکعب بر کیلوگرم. یو اف رو دارم 639.68 کیلو ژول بر کیلوگرم و یو اف جی رو دارم 1921.8 کیلو ژول بر کیلوگرم. حجم مخصوص ظرف B در حالت اول وی بی یک برابر میشه با ایکس وی جی به علاوه یک منهای ایکس وی اف. خب ایکس همونه که داریم، وی اف و وی جی رو هم داریم، جایگزین کنیم وی بیمون برابر میشه با 0.33 75 19 متر مکعب بر کیلوگرم. یو بی ام میشه یو اف به علاوه ایکس یو اف جی. البته یک کارش بذارم اینجا که هر دوتاشو دارم، ایکس هم که باز 19 هم داشتیم، یو بی هم میشه 2369.12 کیلو ژول بر کیلوگرم. با این حساب
ام بی یک برابر میشه با وی بی یک تقسیم بر وی بی یک که حجممونو داریم 3/10. اون طرف گفتیم وی بی یک هم که اینجا حسابش کردیم و این مقدار که میشه 3/10 تقسیم بر 0.3375/19 برابر با 0.4×8 39 کیلوگرم میشه. با این حساب ام دو که برابر با ام یک میشه و میشه ام آ یک به علاوه ام بی یک، خب اما رو دارم با هم جمعش میکنم دیگه به همین سادگی، میشه 1.444 24 کیلوگرم. حجممون هم که برابر میشه با وی آ یک به علاوه وی بی یک میشه 0.6 به علاوه 0.3 و میشه 0.9 متر مکعب. پس وی دو که برابر میشه با وی دو تقسیم بر ام دو، هر دوتاشو دارم تقسیم کنم میشه 0.62 31.65 متر مکعب بر کیلوگرم. یو دو رو گفتیم برابر است با یو یک، یعنی برابر میشه با ام آ یک یو آ یک به علاوه ام بی یک یو بی یک. خب پس یو دومونم برابر میشه با ام آ یک رو که اینجا حساب کردم، یو آ یک هم اینجا نوشتم، ام بی یک رو اینجا حساب کردم و یو بی یک هم اینجا حساب کردم. در هم ضرب کنم با هم جمع کنم طبق اون رابطه که دارم، یو دو برابر با 3580 ممیز 0.22، حالا یاد که 3×2=6 هم من دارم، کیلو جول. و یو دو به ازای واحد جرم میشه یو دو تقسیم بر ام دو، اینم هر دوتا رو دارم میشه 2478 ممیز 82808 کیلو جول بر کیلوگرم. خب پس دوستان من الان دو تا خاصیت دارم، بذارید پلو هم بنویسمش. یکی ویدو رو دارم که هستش 0.62 31.65 متر مکعب بر کیلوگرم. یکی یودو رو دارم که هست 2478 ممیز 82808 کیلو جول بر کیلوگرم. حالا با این دو تا باید برم تو جدول و پی دو رو به دست بیارم. خب چیکار کنم حالا؟
چی؟ دو تا خاصیت دارم، میخوام پی دوره به دست بیارم. بگید چجوری به دست بیارم؟ یه قاعدتا بعد بتونم هر خاصیت دیگه ای رو به دست بیارم دیگه. خب تو جدول منتها اگر دوستان یه سری به جدول زده بودن که حالا ایشالله حتما یه سر رو زدند، اونجا خاصیت های اصلی که ما میریم باش رو خواص ترمودینامیکی رو به دست میاریم فشار و دماست، درسته؟ انرژی داخل یا حجم مخصوصه که هم اینجوری داشته باشن. نمیدونیم چجوری باید تو جدول گیرش بیاریم. جا؟ میتونیم از سمت راست جدول بیام، ولی اگه جدول بذاری تو کجا میتونی این دوتا عدد رو پیدا کنی که دوتاشون برای یه حالت باشن؟ یه رفتی به آنتالپی داره. به آنتالپی؟ خب چه کمکی میکنه؟ که آنتالپی هم ندارم که. اگه آنتالپی داشتم بله میگفتم یو به علاوه پی وی، اون وقت پی و به صلاح از روش پی رو به دست میوردن. ولی خب آنتالپی هم ندارم. خب روشی که میگیریم برای این کار یه جوری بهش میگن سعی و خطا. میایم یه فشاری حدس میزنیم با استفاده از با توجه به اینکه حالا مثلا یه مخزنمون بوده چقدر بود؟ یه مخزنمون بود 200 کیلو پاسکال، یکی بود 500 کیلو پاسکال. حالا یه فشاری در این وسط حدس میزنیم که فکر کنم اولین فشاری که من حد زدم 250 کیلو پاسکال. خب حالا یه فشاری این وسط حدس میزنیم و با یه دونه از این خاصیت ها مثلا حجم مخصوص میرم انرژی داخلی به دست میارم. اگر همین انرژی داخلی شد حدسم درست بوده، درسته؟ اگر نمیرم فشار رو عوض میکنم به طور مناسب و اینقدر این کار ادامه میدم تا در اصل این یو دو با یه خطایی، در اصل اینجا میگن سعی و خطا به این خاطر بهش میگن، با یه خطایی همین یو دویی بشه که داریمش، درست شد؟ پس من میام یه فشاری اول حدس میزنم، بعد با داشتن یکی از این خاصیت ها فرقم نمی کنه ها، میتونم با داشتن وی و فشاری که حد زدم یو رو به دست بیارم، یا با داشتن پی که حد زدم و یو وی رو به دست بیارم، هیچ فرقی نمی کنه. قاعدتا وقتی شیر رو باز میکنی بالاخره این فشار رو با هم قاطی میشه، بین این دو تا باید باشه دیگه، فشار جای بیرونی که دیگه نداریم وارد بشه که، درست شد؟ پس با داشتن یه دونه من بردمش اونجا، بله، من اولین فشارم و مثلا اومدم گفتم 250 کیلو پاسکال، پس فرض کردم فرض پی دو مساوی با 250 کیلو پاسکال. خب اگر فرض کنم پی دومون 250 کیلو پاسکال باشه، برای اینکه ببینم حالتم چیه، فوق داغه یا اشباه هست، میرم در همین فشار وی اف رو میبینم که هستش 0.2 × 10^67 متر مکعب بر کیلوگرم و وی جی
هستش صفر ممیز 71 87 متر مکعب بر کیلوگرم. حالا اگر دوستان دقت کنند، اگر فشارم درست باشه اینجا حالت اشباییم دیگه، چی حجم مخصوصمون بین وی اف و وی جیه، درسته؟ خب با این حساب من میرم کیفیت رو به دست میارم، پس اینجا حواسمون هستش که وی از وی جی کوچیکتره و از وی اف بزرگتر. خب ضمناً چون که بعداً میخوام یورم حساب کنم، یو اف هم میبینم که هستش 535 ممیز 1/10 کیلو ژول بر کیلوگرم و یو جی رو هم یا یو اف جی رو من دیدم که هستش 2002 ممیز 1/10 کیلو ژول بر کیلوگرم. خب حالا پس میام وی دو رو برابر با وی اف دو به علاوه ایکس دو وی اف جی دو قرار میدم و از اینجا ایکس دو رو به دست میارم، یعنی میگم صفر و یه 62 31 65 مساویس با وی اف دو که بودش صفر ممیز 2 تا صفر 10 67 به علاوه ایکس دو در وی اف جی دو که میشه تفاضل دوتاشون، یعنی صفر ممیز 71 87 منهای صفر ممیز 2 تا صفر 10 67. از اینجا ایکس دو برام به دست میاد صفر ممیز 860 7000. حالا میرم یو دو رو حساب میکنم که هستش یو اف دو به علاوه ایکس دو یو اف جی دو. خب یو اف رو دارم، یو اف جی رو هم دارم، ایکس دو رو هم که حساب کردم، اینا همشون با اندیسه دو اندیه قاعدتا. از اینجا یو دو به دست میاد 2270 ممیز 92 کیلو ژول بر کیلوگرم. خب باید 2478 میشد، 2270 شد، پس باش برابر نیستش، پس فشار من درست فعلا حدس نزدم. ولی با توجه به اینکه انرژی داخلی رو کم در به دست آوردم، فشار رو میبرم بالاتر. فشار دومی رو که من حدس زدم فرض پی دو مساویس با 275 کیلو پاسکال، به همین ترتیب که عمل کردم یو دو به دست اومده 2436 ممیز 877. خب دوستان ببینید 2478 اون 2436، خب خیلی بهش نزدیک شدیم دیگه. اگر 300 کیلو پاسکال فرض کنم، اینجا یو دو به دست میاد 2550 کیلو ژول بر کیلوگرم، که البته حالت فوق داغم میشه البته، یعنی با این پی دو و وی دو که برم وی دومون از وی جی دو بزرگتر میشه، پس حالت فوق داغه. اون وقت میرم تو جدول فوق داغ
در فشار 300 کیلوپاسکال تو ستون حجم مخصوصامون اون ویدو رو پیداش میکنم و روبروش یودو رو میخونم که میشه اینقدر، البته با میایابی باید به دست بیاد. ولی چیزی که الان میبینم بیشتر از اون چیز شد، پس فشار این بار زیادی حد زدن و با میایابی پی دو رو اگر 282 کیلوپاسکال بگیرم اون وقت یودومون به مقدار مناسبی برابر با یودو به دست اومده میشه و در نتیجه فشارمون 282 کیلوپاسکال جواب درستش میشه. خب بستگی داره دیگه، این التحال اینجا من یاد داشته ندارم که با چند درصد خطا اینا پذیرفتیم، ولی معمولا تو در مثلا زیر خطای مهندسی در نظر میگیرن که حالا مثلا با 3-4-5 درصد، منتها هر خطایی که شما در نظر بگیرید مسئلتون با اون دقت حساب شده، درسته؟ با اون دقت که در نظر میگیرید حساب شده، ولی خب حالا دیگه معمولا زیر 10 درصد، یه مقدار دقیق ترش حدود 5 درصد. جان خب حالا اومد جدول خیلی قدیمی بوده ولی نباید این قدم با هم تفاوت داشته باشه. گفتی چنده؟ پی 500 صفتن 93 حتی خیلی متفاوت نیست، ولی حالا جدولی که من اون موقع داشتم اجال شدم اشتباه دیدم، ولی یکم بعیده 500 کیلو پاسکال. اون وقت وی اتی مون چنده؟ وی اتی اونجا نوشتیم سیاف 94، اینجا 89. نه سیاه 7 49، سیاف 94 49. جزه بده، خب اینجور در نمیاد که اینجاش که نمیتونه که 15 کیلو پاسکال اشتباهی گرفته باشم که ویه هفمون خیلی بزرگتر میشه. حالا جدولی که من داشتم این بوده، این جدوله یکم ممکنه به هم خطا داشته باشه. این از کدوم کتاب این؟ بانو الانه؟ حالا برسد که این بده درصدش خیلی تغییرات نداره. یه مسئله دیگه حل کنیم. بذارید الان هم نحل کنیم. میگه هوا در یک لوله با قطر ثابت
طی یک تحول پایا گرم می شود. در ورودی وی آی هستش 5 متر بر ثانیه، پی آی هستش 350 کیلو پاسکال و تی آی هستش 25 درجه سانتیگراد. در خروجی فشارمون هست 320 کیلو پاسکال و تی ایمون هستش 90 درجه سانتیگراد. مطلوب از سرعت در خروجی، درست شد؟ پس یه لوله داریم قطرش ثابته، هوا رو با یه مشخصاتی که نوشتیم، فشار 350 کیلو پاسکال، دما 25 درجه سانتیگراد، با سرعت 5 متر بر ثانیه بهش وارد میکنیم. بعد مثلا فرض کنید یه المنت الکتریکی دور این لوله پیچیدیم و بهش حرارت میدیم. در خروجی فشارمون میشه 320 کیلو پاسکال و دمامون میشه 90 درجه سانتیگراد. میخوایم ببینیم سرعت در خروجی چقدر میشه. حالا اینجا خود صورت مسئله گفته بود تحولمون پایاست، ولی خب بالاخره از خود شکل قیافه مثلا برامون به دست می اومد که تحولمون داره به صورت پایا این اتفاق برش می افته. اولا حالا نسبت به مسئله قبلی که سیستم بود، اینجا با حجم کنترل سر کار داریم، قبوله، از یه طرف داره جرم وارد میشه، از طرف دیگه داره خارج میشه، پس دیگه سیستم نیست بلکه حجم کنترله. وقت اون سه تا فرضی که برای حالت پایا داشتیم، گفتیم حجم کنترل نسبت به دستگاه مختصات ساکن باشه، حالت جرم در هر نقطه از حجم کنترل نسبت به زمان ثابت باشه، چه کاملا ملموسه دیگه، یعنی هر نقطه به نقطه دیگه داره تغییر میکنه، در هر نقطه که من بگیرم هر ذره سیال که بیاد تو نقطه قرار بگیره دما و فشار همون نقطه رو به خودش میگیره. پس حالت جرم در هر نقطه از حجم کنترل ثابته. بعدم دیگه حالت جرم هر جا که سطح کنترل قطع میکنه اونم نسبت به زمان ثابت باشه که هست و الی آخر. پس این مثلمون به صورت حجم کنترل پایا داره کار میکنه. ولی چجوری سرعت به دست بیارم؟ چه قانون اول ترمودینامیک خیلی کمکی نمی کنه مگر اینکه میخواستیم حرارت رو محاسبه کنیم. اینجا میخوایم سرعت به دست بیاریم. همون معادل پیوستگی کافی بود. الان بنویسیمش. برای معادله پیوستگی به دست آوردیم امداد آی مساوی است با امداد ای، درسته؟ در حالت پایا. خب حالا که
امداتمون با هم مساوی هست. ما گفتیم اگه خاطرتون باشه گفتم برای یه شکل و قیافه کار من بیام اینو بر خواسته بر اساس خواص در مقطع می نویسمش و به دست آوردم روی آی وی آی 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 مساویس با روی ای وی ای آی ای برای حالت پایا. درسته؟ حالا یک و دو اونجا اسمش فکر کنم گذاشتیم، مقطع ورودی یک، مقطع خروجی حالا مثلا دو، اینجا حالا هندیس آی ای برش میذاریم که خروجی و ورودیش مشخص باشه. خب هوا رو گاز کامل فرض میکنیم، پس به جای رو میذارم پی تقسیم بر آر تی، قبول؟ پس میشه پی آی تقسیم بر آر تی آی ضرب در وی آی. آی آی با آی ای با هم مساویه دیگه، خودم رو به درد سرش نمیدادم چه قطر لوله گفته بود ثابته. پس آی آی با آی ای هم با هم مساویه، حذفش میکنه، برابر میشه با پی ای تقسیم بر آر تی ای ضرب در وی ای. آر هم که ثابت هوا هست، هر دوتا با هم حذف میشه. پی آی تی آی و وی آی رو دارم، پی ای و تی ای رو هم دارم، وی ای به دست میاد. قبوله؟ خب پی آی بودش 350 کیلو پاسکال تقسیم بر آر که از شد تی آی که بودش 25 درجه سانتیگراد، که حواسمون هست بر حسب دمای مطلق می نویسمش، میشه پی آی تقسیم بر تی آی ضرب در وی آی که بودش 5 متر بر ثانیه مساویس با پی ای که هستش 320 کیلو پاسکال و تی ای که هستش 273 به علاوه 90 درجه سانتیگراد ضرب در وی ای. و وی ای اینجا برابر با 6 ممیز 66 صدم متر بر ثانیه به دست میاد. خب مسئله بعدی که در نظر گرفتم مسئله نسبتاً طولانیه، یعنی تو 5 دقیقه نمیشه حلش کرد، ولی من صورت مسئله رو مینویسم توضیحش هم میدم تو این 5 دقیقه. شما برای دوشنبه اصلا روش فکر نمیکنید، بعد دوشنبه عمل میکنید. جا نه دو سه دفعه فکر کنم اینو توضیح دادم، هوا رو ما گاز کامل اینجا فرضش میکنیم، هوا گاز حقیقی است، نمیتونه گاز کامل تلقی بشه که برخورد مولکولاش الاستیک باشه. اما گفتم وقتی میریم تو درسه بالاتر، هم دوستانی که احیانا مکانیک هستند تو درسه موتور احتراق داخلی یا اینها که با گاز سر کار دارند و هوا فضایی هم که با هوا سر کار دارند، اینجا اصل بر اینه که هوا گاز کامل فرض میشه و میره جلو مثلا بدون هیچ مشکلی. یعنی وقتی شما برید وارد درس ایرودینامیک بشید هوا اونجا گاز کامله، قبول؟ خیلی خب. اما اون مسئله، ما یه وسیله ای داریم، یه دستگاهی داریم که در اصل نیروگاه بخار هست برای یه وسیله نقلیه یه کوچولو، شامل یه دونه مخزن که حجمش 25 لیتره در حالت اول فشارش هست 100 کیلو پاسکال و توش %90 مایع
و 10% بخاره. پس تو این 25 لیتر 90% که میشه 22.5 لیتر مایه، 2.5 لیترش بخاره. فشارش هم در این حالت اول هست 100 کیلوپاسکال. خب پس اینجا یه بخش مایه من دارم، اینجا 90%، بالاش هم بخار دارم در حالت چه گفتیم. حالا از این بالا یه دونه شیر تنظیم فشار داریم که در اصل کارش تنظیم فشاره، یعنی تا وقتی فشار خاصی نرسیدیم بسته است. وقتی به فشار خاصی که اینجا 700 کیلوپاسکال هست رسیدیم، بخار رو تخلیه میکنه به گونه ای که دیال فشارمون در کل ظرف ثابت میشه و این بخار میاد میره توی دونه توربین که ایزوله هست، یعنی تبادل گرما نداره و در فشار 100 کیلوپاسکال به صورت بخار اشباع تخلیه میشه. وقتی که آخر، خب برای اینکه این اتفاق بیفته پس من یه شمع روشن میکنم اینجا و حرارت میدم. پس در اصل این مخزنم که در حالت اول هست، یه مشعل زیرش روشن میکنیم، حرارت بهش میدیم تا فشار برسه به 700 کیلوپاسکال. حالا بخواید نبذارم پی یک، حالا اینجا پی دومون که برسه به 700 کیلوپاسکال، شیر باز میشه و بخار اشباع 700 کیلوپاسکالی از توربین عبور میده و به صورت بخار اشباع 100 کیلوپاسکالی تو اتمسفر تخلیه میشه. آخرین قطره مایع که تبدیل به بخار بشه، این مشعل به طور اتوماتیک خاموش میشه. مطلوب از کار انجام شده و حرارت تبادل شده به ازای یک بار پر کردن این بویلر. یه بار کلشو، مطلوب از کار انجام شده و حرارت منتقل شده برای یک بار پر کردن بویلر. خب دوستان گرفتن صورت مسئله رو، یه دور دیگه بگم. پس گفتیم یه مخزن داریم اینجا، حالا یه بویلر داریم این مجموعه با یه توربین و یه شیر تنظیم فشار که مجموعاً این مثل به اصطلاح نیروگاه وسیله نقلیه حالا در نظر میگیریم، حالا کاری نداریم. به هر صورت در ابتدا این مخزنمون یا بویلرمون در فشار 100 کیلوپاسکال و حجمش که 25 لیتره 90%شو مایع پر کرده، 10%شو بخار. این شیر تنظیم فشارم در ابتدای کار طبیعتاً بسته است، چون که گفتیم در فشار 700 کیلوپاسکال باز میکنه. مشعل رو روشن میکنم زیر بویلر، بهش حرارت میدم. خب طبیعتاً این شیر بسته هست تا فشار بره بالا و برسه به 700 کیلوپاسکال. وقتی 700 کیلوپاسکال شد، شیر باز میشه و بخار اشباع 700 کیلوپاسکالی از خودش عبور میده، میاد میره توی توربین کار انجام میده و بعد در فشار 100 کیلوپاسکال
به صورت بخار اشباع در اتمسفر تخلیه میشه. توربینمون هم ایزوله است، تبادل گرما نداره، درست شد؟ حالا برای یه بار پر کردن این بویلر که ما این تین شرط قرار دادیم و رفتیم تا آخر کار، میخوایم ببینیم چه مقدار کار انجام میشه و چه مقدار حرارت باید بدیم. با توجه به اینکه آخرین قطره مایع که تبدیل به بخار شد، مشعل به طور اتوماتیک خاموش میشه. قبول؟ خسته نباشید، تا جلسه آینده.